دوستان سلام، امیدوارم هر کجای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. من ابوطالب حسینی، اینجا قسمت ششم برنامه آن سایت. دیگه از تعداد انگشتای یه دست برنامه‌مون بیشتر شد، دیگه هیچ کس جلومون رو نمیتونه بگیره. البته میگن خیلی‌ها میتونن جلوتون رو بگیرن، لطفا جلوی ما رو نگیرید. ما داریم برنامه ورزشی ارائه میدیم برای تمام سنین، برای تمام سلایق. شما عرض کردم اگه ورزشکاری برنامه ما رو ببین، اگه ورزشکار نیستی برنامه ما رو ببین. تو کل زندگی دو بار تناب زدی، اونم به خاطر سنگ کلیه، باز هم برنامه ما رو ببین. کمکی به دفع سنگ کلیه نمیکنه، ولی یک ساعت میفهمی که آقا چه خبر بوده تو دو هفته اخیر ورزش ایران و جهان. دو هفته یه بار میایم دست پر میایم. البته که ورزش ایران اینجوریه که برنامه روزانه هم بشه میشه دست پر اومد. یک ساعت با ما همراه باشید از طریق آپارات اسپورت و فیلیمو به صورت زنده. بارها گفتم برنامه آن ساید رو فقط زنده ببینید. چرا؟ شما همین قسمت زنده این ببین چه اتفاقات عجیبی توش میفته. ممنون که ما رو تماشا میکنید. یک ساعت از پای گوشی لپتاپ گیرندتون تکون نخورید. و همین اول هم بگم که ما دو هفته بعد دوشنبه میرسیم خدمتتون. سه شنبه منتظر ما نباشید، چرمندتون میشیم. بریم یه بخشی رو میبینیم با کارشناس برنامه نوید استاد رحیمی خدمت شما خواهیم بود. نوید استاد رحیمی هر بار ما رو سورپرایز می‌کنی. قربونت برم، سلام به تو. به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه مخاطبان عزیز آن سایت. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه کنار ابوطالب قراره راجع به اتفاقات عجیبی صحبت کنیم که خودمون هم دو ثانیه بعد نمی‌دونیم چیه. آره واقعا، و ممکنه وسط برنامه یه سری اتفاقات عجیب‌تر هم بیفته. هر چیزی ممکنه. یه حدود مثلا 25 دقیقه دیگه بازی تراکتور تو آسیا. ساعت تو یا ساعت ما؟ به ساعت من 23 تقریبا شروع میشه. حالا راجع به حضور بانوان هم صحبت می‌کنیم در ادامه، ولی خب من هنوزم نمی‌دونم که با حضور بانوان بوده، اصلا با حضور تماشاگر بوده یا نه. دوستان عزیزمون دارن الگوبرداری می‌کنن از برنامه ما که هر لحظه امکان داره هر اتفاقی رخ بده. اونجا ما نمی‌دونیم دقیقاً چی می‌خواد بشه، اما فکر می‌کنم حضور خواهند داشت خانمای عزیز در ورزشگاه. بانوان انتخاب شده نمیدونم، بعد تصاویر رو ببینیم. تصاویر به نظرم گل، اگر هم حالا در ادامه برنامه گلی رد و بدل شد بگید که ما حتما اطلاع بدیم. بازی رو از آپارات اسپورت میتونن ببینن، اما میدونید که نباید ببینید دیگه. ما گلا رو بهتون نشون میدیم، شما همینجا باشید ببینید. امیدواریم تراکتور نماینده شایسته کشورمون بازی رو ببره، بتونیم بریم به دور گروهی با 4 تا سهمیه کامل. قرعه کشی هم که پس فردا برگزار خواهد شد، برای اونم آپارات اسپورت برنامه ویژه‌ای براتون آماده کرده، حتما دنبال بفرمایید. تیمای عربستانی قهر بیان اینجا بفهمن سورپرایز یعنی چی. جهنم استادیومای داخلی رو مشاهده میکنن. اینم ترکیب تیم تراکتور، یعنی عکس تیمیشونه که داریم مشاهده میکنیم. و بهزاد سلامی هم که مصدوم شد و الان شمارش رو آوردن تا بگم به یادت هستیم. و امیدواریم که تراکتور بتونه عملکرد خوبی داشته باشه و بازی رو با برتری به پایان برسونن، اولین برد این فصلشون بشه. اشارج پیانیچ داره، مانولاس داره، همون بازیکن روم که به بارسلونا گل زد چشش از حدقه در اومده بود و داره، هم پاکو آلکاسر داره، بازیکن بارسلونا بوده، بازیکن دورتموند بوده که البته توی ترکیب نیست. یه محمد عبدالباسط هم دارن تو ترکیبشون. آره قرانش نه، ولی بازیکن تیم ملیشون هست. و امیدواریم که در قبل بازی میخواد قران شروع بخونه دیگه، دو تا یکیش میکنن دیگه. آره تو لیگ حالا خیلی موفق نبوده، ولی ان شاءالله که تو آسیا یا شاسن تراکتور باشن و برن. یاتار طوفان، یاتار یاتماس، تراکتور پرشانی. با یه ویدیو از بدنسازی جوانان کشور شروع میکنیم. بله میشه میریم، چون شما تو هر باشگاه بدنسازی بری حداقل 10 نفر هستن که یه تورنمنت رفتن و مدال دارن. و اینکه من خیلی خودم شخصا دوست دارم مسابقات استانی رو ببینم کیفیتش چطوریه. من اصلا دوست ندارم اگه این کشوریه نمیخوام استانی. حتی رنگشون هم نکرده بودن اینا رو، یعنی سطح مسابقه اسمم واقعا پایین بوده، به رنگ کردن و اسپری زدن و اینا هم نرسیده. یه مسابقات دیگه ای هم بود، نمیدونم چه سبکی میشه، مثل کاراتی کلی سبک با کت شلوار میومد. یکی نوشته بود که انتخابیه بانک ملیه با کت شلوار. من بدنو چجوری قضاوت میکنه؟ ولی خب یه سبکی هستش خیلی هم الان طرفدار پیدا کرده. ما نمیتونیم بریم جان، بستگی به کتش داره. ولی معلوم نیست زیرش سیکس پک داری یا نه که. ولی خب نه، من و تو نمیتونیم بریم. میریم نهایت میگیم حقمون رو خوردن دیگه. یا مثلا این دوستان عزیز. به چرا میتونیم بریم؟ مگه نهیدیم مسابقات کشوری؟ آره دیگه، کشوری رو میتونیم بریم. حالا ببینم آره. جوانان بود یا نوجوانان. و حالا تا توی بخش ردای سنی هستیم، پیام احمدی قهرمان کشتی نوجوانان جهانه الان فکر میکنی کجای داره چیکار میکنه؟ من فقط میدونم ایزاست، بقیه‌اش هم میدونم، اسپویل میکنم. آره تو ایزه این قهرمان جوان و جویا اینا داره دست فروشی میکنه، پشمک و فرفره میفروشه، قهرمان جهان. و کسی که فن مشک سقا رو توی کشور داره به بهترین شکل ممکن انجام میده، تو مسابقات نوجوانان جهان هم با این حرکت نگاه رو به سمت خودش خیره کرد. آقای محسن سوریان سرمربی تیم نوجوانان گفته که من مینویسم امضا میکنم که پیام اگر بهش رسیدگی بشه مثل داداشم حمید
میتونه قهرمانی جهان و المپیکو مال خودش بکنه. و جالب صحبت‌های خودت پیام میگه که خانواده منم میگن برو به کشتیت برس، اما خب من نمیتونم قبول کنم که حالا هزینه و خرج مکمل و کفش و وسایل من رو خانواده‌ام بدن که میدونم تو سختی ان، تو شهر ایزد شهر کوچیکیه و خودم مجبورم کار کنم، دست فروشی کنم. و متاسفانه مثل پیام خیلی زیاد داریم ورزشکارایی که الان باید 100% تمرکزشون مخصوصا تو سنی که همچنان میتونن رشد کنن، بدنشون رو میتونن بسازن، به ورزش باشه، متاسفانه داره خرج نمیدونم کار کردن به این صورت میشه که اصلا واقعا قشنگ نیست. قهرمان جهان نمیدن دیگه، اردو تیم ملی بزرگسالان دعوت شده، جوانان میگم رفته دست فروشی، بلکه یکی به خودش بیاد و هیچ، حالا میذارن طرف از کشور که رفت، حالا مثلا طرف از کشور میره جلوی یه نفر میوازه، تازه مسخرهش هم میکنن. آره. که به اون باخت دیگه، چه باختی چرا ورزش برد و باخت داره، ولی به نظرم بازنده اصلی شمایید که این سرمایه ها از کشور خارج میشن. این خوب بود، این قشنگ بود، این تیکر رو من از بچه فضا من بازنده واقعی ورزش شمایید کدوم دوری نه وایست از اول بود، از اول بود دوستان، فقط این تیکر رو دیگه موزیک بزن دوستان، بس عزیز ورزش برد و باخت داره، اگه کسی میره خارج از کشور به یکی دیگه میوازه اصلا مهم نیست، ولی شمایی که رسیدگی نمی کنید بازنده اصلی ورزش کشورمون هستید. خیلی تاثیر بذاره. تموم شد؟ بله. حالا در ادامه همین نرسیدن به تیم ها اینا، آقای عظیمی سرپرست فدراسیون، آقا شهرام عظیمی گفته که آقا ما پول نداریم، بمونی به کیا بده کار فدراسیون شطرنج؟ پول میوه فروش رو نداریم، جدا نداریم، قبض برق رو باید بدیم، نصاب پرده از اینا طلبکاره، رستوران اونو دیگه دونگی میدادید میرفت به نظرم. میوه چی رفتم بخرم؟ مثلا صبونه کاری بوده 2 کیلو گوجه خریده مثلا تو دفتر کاریه، مثلا شمسی خانوم، آقا محسن، فدراسیون شطرنج. بعد یعنی چی جوری از میوه فروشی از نسیه گرفتی؟ بعد ایشون میخواد تو انتخابات هم شرکت کنه. من یه توصیه هم برای شما دارم، اگه اینقدر مشکل فقط تو فدراسیون شطرنج داشتید، به نظرم این تشنگی قدرت و خدمت رو بذارید برای دوستان دیگه، چون من فکر میکنم ایشون در نمیاد، اینکه برنامه اصلیشون اینه که اون تصفیه کنه، یعنی حساب دفتری دیگه نداشته باشن، نه با رستوران، نه با میوه فروش محلشون، نصاب پرده هم پولشون نداده. اینو بهش اشاره کردیم؟ بله. نصاب پرده فدراسیون شطرنج آقا ندارید، خودتون نصب کنید، یه دقیقه یه علی بگید خودتون، یه چهار نفر میخواد یه درل کار جهادیه دیگه، قشنگ میتونه به نظرم آره، ولی متاسفانه دوستان این کار انجام ندادن. برای ایشون هم آرزوی موفقیت میکنیم، امیدواریم هر چه سریعتر نام فدراسیون شطرنج از صفحه سررسید میوه فروش محل پاک بشه. امیدوارم. پاسخ کمیته المپیک به آقای عزیزی کوبنده بوده. آقا گفته که چرا ما رو اعزام نمی‌کنید؟ گفته کجا اعزامتون کنیم با این رنکینگ؟ برید اونجا توریستید. خیلی به نظرم سیلی حقیقت بوده و کاش کم کم میگفتن. مثلا میگفتن فدراسیون مریض شده، بردیم تیمارستان، بردیم آمپول بزنه، یهو میگید ویزا نیومده. آقا بگید ویزا نیومده، مثل همیشه که مشکل ویزا داریم بگید ویزا نیومده، مشکل روادید. به نظرم ورزشکار دیگه سختشی کنار بیاد آقا، مثلا رنکینگ پایینه اعزامت نمی‌کنه. قبلا میگفتن برای کسب تجربه میریم، الان فقط کیفی، الان نمیرن. یعنی هر کی بره باید طلا بگیره، نگیره خوب نیست دیگه. و حالا بودجه که برای اعزام داریم کجا میره؟ آقای تاج میره فینال رقابت‌های جام جهانی بانوان رو می‌بینه، یه عکس هم با اینفانتینو می‌گیره، که یعنی فکر نکنید من رفتم. اینفانتینو هم از خودمونه، اینفانتینو هم عشق عکس دیگه، اینفانتینو از خودمونه، قشنگ میگم میذارم بازی رو بلده، بازی رو بلده. و البته آقای تاج تنها نبودن، آقای کفاشیان هم بودن. آقای کفاشیان قبلا بازی ساحلی رو رفتن، آقای کفاشیان ساحلی باز بود. آره، آقای کفاشیان یه مقدار بیشتر تحقیق میکردن و میدونستن که کجا باید حضور داشته باشن. آقای تاج فعلا از زمین چمن شروع کردن. آره، بعد به زمین خاکی برسن. اینجا برعکسه. آره. یعنی اول از زمین خاکی شروع نمی‌کنن، بعد به زمین چمن. چون تماشای زمین خاکی آره مثل شروعش نیست. خیلی خاکی ترن دیگه آقای کفاشی. در کنار بزرگان دیگه مثل آقای تاج، پی لوئیجی کولینا هم در فینال جام جهانی حضور داشته. چهرهش هم اگه بتونیم ببینیم، همچنان اون کولینای عصبی زنده است. چپ نگاه می‌کنه به خاطیهای تو پارک. من از دو نفر هیچ وقت ترسم برطرف نمیشه نسبت بهشون. یکی کولینا، یکی اون بنده خدایی که تو فیلم خوابگاه دختران بود. من اونو هر وقت میبینم ازش میترسم، همچنان در 30 سالگی هم ازش میترسیدم. مهدی فخیم زاده گفت چرا اذیت میکنی؟ خاموش میگنم گفت چرا اذیت میکنی؟ نمیبینی مگه فیسو؟ و همون من فکرم مثلا موقع کارت دادن همیشه انقدر عصبی میشه، چش از حلقه میزنه بیرون. ولی خب فکر کنم این هماهنگ شده است، نمیشه واقعا تو حالت عادی اینجوری نگاه کرد، یعنی چش خسته میشه تو قیافه. فقط چشش من فکر کنم آقای تاجو داره میبینه، میگه مهدی رو کی دعوت کرد؟ مهدی اینجا چی کار میکنی؟ مهدی جان شما مگه اگه بودجه داشتید گلف رو میفرستایید؟ که داره رفته گفت آقا اینا رنگینگشون پایین. آقا هنوز ورزشگاه خودتون
8 تا ورزشگاهی که 16 تا ورزشگاهی که الان 15 تا 14 تا که دارید همه خانوما نمیتونن برای استادیوم زیر ساختا فراهم آره. نیست اینجا اومدی که زیر ساختا فراهم تاج میره زیر ساختا رو چک کنه ما میگیم رفته زیر ساختا رو چک کنه شما هم میگید رفته زیر ساختا رو چک کنه که در برنامه هفتم هم مهمون خونه‌های گرمتون باشیم چون یکی دو تا آبخوری بزنن دیگه ما میزبانی جام جهانی ان شاء الله اقدام میکنیم که دیگه کم کم سال 20 مثلا 94 یه جام جهانی خوب تو کشورمون برگزار من قبل از اینکه بیام داخل یکی از بچه‌ها توصیه کرد که این آب رو نخورم متاسفانه گوش ندادم تو گوش کن چرا به من نگفتن پس بعد نخوردی خب اوکی نخور. اوکی در ادامه فینال جام جهانی زنان که فینال یعنی در واقع دوره عجیب تورنمنت عجیب بود یه سری پیش بینی ها اصلا اونجوری که باید شاید نشد آمریکا حذف شد انگلیس دوم شد این جام بالاخره به خونه برنگشت و اسپانیا با تک گل خانم من ببینم میشه اولگا مارکونا خانم اولگا داری میبینیش آره دیگه ببینم میشه اولگا مارکونا و خیلی مورد عجیبی بود یعنی به نظرم من یکی شبیه اینو الان یادم میاد مشتبه جباری بود سر فینال جام حذفی که پدرش رو از دست داده بود و بهش نگفته بودن گوشی‌ها رو جمع کرده بودن بعد از بازی بهش گفتن توی جایگاه تماشاگرا دنبال پدرش بود مشتبه و خانم اولگا هم خبر نداشت که پدرش رو از دست داده ولی بعد یه مصاحبه خیلی عجیب غریب انجام داد خیلی احساسی تأمل برانگیز گفت یه انرژی خاصی داشتم و فکر می‌کنم که بابا داشت از بالا منو نگاه می‌کرد و منتظر بود تا من بدرخشم این نیرویی که اضافه بر اون چیزی که همیشه داشتم رو در خودم می‌دیدم حس می‌کردم که یه نیروی خاصیه و متوجه شدم بعدش که از طرف بابا بود می‌دونم که اون بالا هستی و خیلی خوشحالی از اینکه دخترت قهرمان جهان شده و با گل من این اتفاق رخ داد. آره دیگه قهرمانی جهان با گل خودش و بعد اون خبر رو کلاً آره تقابل اشک‌ها و لبخندها. اسپانیا قهرمان شد آقای روبیالس. آقای روبیالس خیلی خوشحال شد. حالا اگه تصاویرشون هم عکس هم ویدیو ببینیم واقعا خوشحال شد. من فکر می‌کنم یه سر ورزشگاه آزادی اومده بود ایشون قبلش. حالا شاید برای خیلی خوشحال بود باشه. زیاد بود خوشحال. خیلی خوشحال بود. دیگه دست از پا نمی‌شناخت. همه رو بغل می‌کرد. یکی دو تا رو بوس کرد. به این نفر قول ازدواج هم داد. تو راهکن گفت ما می‌خوایم ازدواج کنیم. گفت من اصلا در جریان نیستم. نمی‌دونم چی جوری بالا یا با یه فعلا یه ویلا اجاره کردم مثلا اینکه توی کردانشون و گفتن که اونجا حالا اتفاقات بعدی رقم می‌خوره و تصاویر جدیدی اومده که ایشون خیلی خوشحال بودن. یعنی به غیر از خانم هرموس خوشحاله. یعنی آیروبیالس ببین واقعا ما داریم خوشحالی رو تو چشمایشون و تو تصویری که داریم مشاهده میکنیم در ایشون هویداست و میگم تعداد عزیزانی که شامل خوشحالی ایشون شدن خیلی بیشتر بوده الان تصاویرش داره بیرون میاد و عذرخواهی کردن اول که زیر بار نرفتن گردن نگرفتن بعد با این عکس ها نتونست رد کنه که حالا بغل کردم ولی بغل قهرمانی بود و اینا گفتن داداش ندید ما خودمون از دفتر نخست وزیری اسپانیا از وزارت فرهنگ و ارشادشون خیلی از دوستان عزیزمون در اسپانیا گفتن که آقا عذرخواهی کافی نیست اعدامش کنید. آقای رومینیگه هم امروز درباره حرکت آقای روبیالس گفته که اغراق نکنید. وقتی قهرمان میشه آدم دیگه تو پوست خوش نمیگنجه. منم بعد قهرمانی مردان همه مردا رو بوسیدم. حالا نه از دهان ولی خب با لذت در حمایت از ایشون. آقای رومینیگه گفتن؟ بله آقای رومینیگه گفتن. بله آقای روبیالس رو به نظرم ترک کنیم و ایشون رو یه سری عکس هم داره که قابل پخش نیست دیگه. در میدونن میدونید دیگه. خوشحالیا آره. بله آقای اسکات کارسون ما هر دو هفته یه بار برنامه داریم هر بار میایم یه جام و مدال جدید گرفته فاصله بین دو دندونش رو مشاهده میکنید؟ نمیزنه؟ نه فاصله قهرمانی هایی که کسب کرده از این فاصله کمتره یعنی هر 21 روز یک بار ایشون قهرمانی رو تجربه کرده 107 دقیقه بازی کرده هر 21 دقیقه آره 107 دقیقه 107 دقیقه بیشتر از من بازی کرده این همه جام داره خدا برای کسی بخواد همینا قشنگ خدا بغلش کرده بعد اسکات کارسون فوق العاده از سال 2019 در منچستر سیتیه و تونسته این عناوین رو مال خودش بکنه 5 تا جام یه 2005 هم از قبل با لیورپول چمپیونز لیگ برد عقب وای میسیش کم حواسش بهش نیست که ای بابا این اومده جام دوباره گرفته و همینجوری میاد جام میگیره فقط قبل بازی هم فکر کنم بهش میگن تمرینات هم نمیره آره اصلا حضور خوشحالی ایشون بعد از آقای روبیالس دومه در ادامه قهرمانی ها مسی و رونالدو هم که خب از سطح اول فوتبال جدا شدن فوتبال اروپا ولی خب همچنان هم اسمشون هست هم اخبارشون هست هم قهرمانی هاشون هست رونالدو که با انس قهرمان لیگ کاپ عرب قهرمان جام باشگاه عرب, عرب. لیگ کاپ رو مسی برد شبیه جام جهانیه طرح به نظر خوشگله خیلی خوشگل تره یعنی یه جور ورژن سری اس شه مثلا ولی منیری هم داره اینا رو آ منیری که همه چی رو میزنه زیر یک ساعت میزنه و به نظرم جذاب جایزه جذاب ترین چشم و همچشمی جهان به مسی و رونالدو اختصاص پیدا میکنه که
فوق العادهن دیگه، اصلا بی خیال نمیشن. 38 سال 36 سال ولی همچنان تشنه کسب عنوان هستن و حالا رونالدو نشون میده، مسی میگه نه من حالا جام جهانی رو که بردم اونجوری دارم بازی میکنم. دقت هم کنی تو بازی قدم میزنه مسی، یعنی انگار مثلا رفته پارک لاله، اون وسط یه توپی هم مثلا از سمت بقیه میاد اونو میکنه تو گل. یکی از بازیکناش مسابقه کرد گفتم خیلی آرومه تو زمین، ولی یهو یه حرکت انفجاری میزنه و هر بازی هم داره گل میزنه. فکر کنم فقط یه بازی گل زد، همه بازیای لیگ کاپ پشت سر هم گل زد، دستش درد نکنه 10 تا گل قهرمان شد. بی‌نظیر دیگه. هر بارم یکی بچه‌شو میفرسته، دیدی مثلا میبرن کوچه بود با اینم بازی کنیم، میگم مسی اینم ببر تو زمین. دختره بکام تو آخرین بازی رفت کنار. یه عکسی هم هست یکی از بازیکنای تیم مقابل، تیم نشویل. نشویل آره، داره یه جوری نگاهش میکنه از اون نگاهی که حواسش نیست و اینا. خانومش نشویل کامنت گذاشته، خانم بازیکن نشویل، این بازیکن تیم نشویل. آره فکر کنم تیمشون هم گفته که هرگز من رو اینجوری نگاه نکرده. برای دوستانی که آره کامنتشون به زبان اصلی ترجمه میکنه خدمتتون، نمیدونم. خب ببین مسی رو یه بار میبینه ولی خانومش رو هر روز و هر شب میبینه دیگه. آره شما هم اگه مثلا هر تورنمنت یه بار اسمشو نمیدونی، من نشویل نه آره شما اگه تورنمنت یه بار اینجوری بود چرا شما رو اینجوری نگاه میکرد؟ به نظرم دیگه به مسی حسادت نکنید بذارید. یا اینکه شما بیاید هر تورنمنت همسرتون رو ببینید، یعنی هر 4 سال یه بار، هر سال یه بار این اتفاق بیفته مطمئن باشید شما رو همینجوری نگاه میکنه. یه تلفیقی از ایشون به آقای روبیالس میشه. آره بحث همسر ایشون شد، یاد دوست دختر گیریم بود افتادم که همسرم با هم داستان دارن. یه خبری منتشر شد که مورد خشونت خانگی قرار گرفته، تبرئه شد. این دوستان نیستن، در ادامه بهش میپردازیم. بعدن دوباره میان میخواد برگرده منچستر، اما این سه نفر نمیذارن و نذاشتن. یعنی قوه قضاییه بخشیده، قوه قضاییه انگلیس، اینا گفتن که نه اون موقعی که اونجوری زدی الان باید. خلاصه دوستان فمینیست و از نشریاتشون و اینا خیلی بهشون گیر دادن که نمیشه بزنی بری برگردی دوباره هم منچستر. اعضای تیم زنان منچستر، هم خبرنگار، هم مجری از اقشار مختلف گفتن که گرین وود یک خطای جبران ناپذیر انجام داده و حالا که این اتفاق رخ داده دیگه نباید بخشیدش و باید به زباله‌دان تاریخ بره. گفتن ما تو منچستر نمیمونیم یا دیگه طرفدار منچستر نخواهیم بود که بمونه. باشگاه منچستر هم دید اینجوری شرایط، گفتش که میسن بیخیال دیگه، به نظرم وقت جدایی رسیده و با عشق از هم دیگه جدا شدن. لحظه خداحافظی به سینه بشورم تو اینا مثل آقای روبیالس. آره دیگه خب میگه قوه قضاییه بخشیده، دوستان نبخشیدن. آقای میسن گرین بودم گفتش که بهترین راه این بود که ما از هم جدا بشیم. من از 7 سالگی تو منچسترم، سعی میکنم آدم بهتری باشم، از همه اتهامات تبرئه شدم ولی باز هم یه عده منو دارن قضاوت هم میکنن، اشکال نداره، سعی میکنم از این به بعد آدم خوبی هم درون زمین هم بیرون زمین باشم و احتمالاً در تیم دیگری به بازی ادامه خواهد داد. شاید تو انگلیس هم بمونه اما بعید میدونم این اتفاق بیفته. هر جا بره بهش گیر میدن، عربستانیا میخوانش. نه تو انگلیس یه مقدار قضیه شدیدتره، یعنی تو این ماجراها خیلی حساس ترن نسبت به جاهای دیگه. ما موارد شبیه به این رو داشتیم که حالا بعد از اینکه اون بازیکن حالا اون دوره رو پشت سر گذاشت یا حتی تبرئه شد برگردونده شد به اون چرخه، ولی برای گرین وود این ماجرا به وجود نیومد و بعد ببینیم بازیکن جوان که 2 سال هم از قراردادش با منچستر مونده بود در آینده به کدوم تیم میره. امیدوارم که بتونه برگرده به فوتبال. ماجرایی که برای مندی دیگه فکر میکنم رخ نده در آستانه 30 سالگیه، ولی خب گرین وود 21 سال است و فوق العاده با استعداد. خودش هم بعد قول بده که آقای گرین وود میدونم داری برنامه رو مشاهده میکنی، اینو حال کرد. آره چون داره برنامه نگاه میکنه، خواهشاً یه مقدار شما مراقب اوضاع باش، هرکی نیست دیگه، عصبانی میشی 30 ثانیه نفس عمیق بکش. میتونم من لیوانو بشکونم بعد بگم که اینو الان ایتون سید دوباره برگردون حالتا؟ نه حالا امروز که آبم مثل اینکه غیر خوراکیه اصلا به خاطر هم مقسم بشکن از کجا پر کردن. و اما انتقال پر سر و صدای نیمار در 31 سالگی که خیلی ها رقیب مسی و رونالدو میدونستنش، میگفتن حداقل یه توپ طلا بهش میرسه، ولی خودش نخواست. خودش گفت ترجیح میدم برم عربستان، تولد خواهرم. و چه قراردادی؟ من قرارداد رو بخونم. متنشو به تو هم دادن؟ آره من یه نسخهش دست منه. در کنار دستمزد 2 ساله خود همراه با ببین سربسته بگم 400 میلیون دلار بابت هر پست تبلیغاتی عربستان 500 هزار دلار پاداش. اگه این قرارداد برای تو بود تو روزی 3 تا پست می‌ذاشتی؟ چرا 3 تا پست رشتو می‌ذاشتم؟ من لایو می‌ذاشتم که دائم من تو عربستانم. اولی چی بود آقا؟ پاشید بریم ریاض گردی داداشم عربستان، اصلا اینو پین می‌کردم. پستی 500 هزار دلار عجیبه. امارت 25 اتاقه و 1000 متری. آقا تو این خونه رو داشتی چی کار میکردی؟ 25 تا اتاقو؟ آره. 24 تاشو اجاره میدادم. به خدا میدونستم یه جای بهتر میگرفتی، این بهترین جایه. ما واقعا ذهنمون نمیکشه، یعنی 25 تا اتاق دیدید 24 تاشو میخواست اجاره بدید. ما قبلا هم گفتیم من تا کویک دنده ای رو میدونم، بقیه ماشینه رو نمیشناسم.
7 کارگر در آن به صورت 7 روز هفته 24 ساعته مشغول کارن. آقا اتوبان آزادگان هم 2 هفته کار میکنن، 1 هفته استراحت میکنن. چی جوری 24 ساعت هفته دارن کار میکنن؟ بعد کاره چیه؟ درسته 25 تا اتاقه، مگر اینکه بخواد واقعا اجاره بده. بعد 25 تا تو همش نمیری که، دو تاش میذاری مهمون اومد، اون مب تمیزا اون توه. چک اوت و چکینش و اینا یه مقدار طول میکشه. بعد یه نوشیدنی هست به نام آکای که آقای نیمار گفته هر وقت در یخچال باز میکنم باید توش باشه. این آکای یهو بی هوا باز آره. میکنم نواشه میرم اذیت میکنم یهو مثلا 9 صبح پا میشه آره. میگه آقا آکای نیست ما رفتیم. در ادامه 3 ماشین اسپورت و لوکس بنتلی کانتیننتال قاره بین قاره امیدوارم درست خونده باشم استون مارتین لامبورگینی هوراکان لامبورگینی ایران هم جنگلای هیرکانی جنگلای هیرکانی. بعد جدا از این سه تا 4 تا مرسدس چی کار میخوای بکنی با این ماشینا؟ اجاره میده دیگه، رنت میده بکنم میفرسته کیش چون نزدیکم منطقه آزادشون قشنگ اونجا رنت میکنن و خوبم پول داره توش. بعد نوشته کلیه مخارج شخصی مثل خرید قبوز هتل رستوران اینا توسط باشگاه انجام میشه. پس تو این پول رو بخوای چیکار بکنی؟ بابا اینا یه مقدارشو بدن فدراسیون شطرنج به خدا فروشه رو اوکی کنن. آقا شما 0.01% از قرارداد تو بدی به فدراسیون شطرنج کشور ایران، همسایه همو عربستانیه که بابت تبلیغ 500 هزار دلار ازش میگیری. اینا با نصاب پرده امید به فروش تسویه حساب کنن یه ذره آرامش به فدراسیون شطرنج برگرده آقای نیمار. بعد تو این هم پولی رفتی اسم الهلال رو تلفظ کن دیگه، اونم داشتن یادش میدادن مثلا المعیزر و نه تو الان بگو الهلال. الهلال به خدا یه دوتا اتاق به تو میرسه. خدا یه اتاقم نه یه دونه پاسیان با ما بدم و کارم را میفته. تمام اعضای خانواده نیمار هم جداگونه کمیسیون میگیرن دیگه، اونا باید روی استوری کنن البته واسه عربستان نیمار استوری میکنه، باید روی استوری کنن. و اینم بگم که به پول خودمون بخوایم حساب کنیم البته الان با الان حساب نکن 7320 میلیارد تومان تا ثانیه‌اش هم حساب کرده بودن. یعنی ما همین الان که راجع به نیمار داشتیم صحبت می‌کردیم من نمی‌تونم بگم خیلی زیاد بابت هر برد بابت هر اتفاقی بله. که رخ بده یعنی نیمار نفس بکشه بهش پول میدن. و فکر می‌کنم حالا اینو ما پشت سر هم با هم صحبت کردیم کاملا فکر می‌کنم این بندهایی که وجود داره بعضیش فقط از سر تجمله و فکر کنم میخوان یه جورایی حریف به طلبن چون ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم، هم بقیه بازیکن‌ها رو مجاب کنن که آقا ما به نیمار داریم میدیم، به تو 1/100 نیمار هستی، انقدام برسه میتونه کل خاندانت رو نجات بده. دو تا اتاق بنتلی بهت میدیم. کارلوس توس چند سال پیش یه انتقالی داشت به چین، همه بهش گفتن کارلوس تو میتونستی تو اروپا بازی کنی چرا رفتی چین؟ گفتش ببینید من با این پولی که از چینیا گرفتم کل خاندانم رو سرنوشتشون رو تغییر دادم. ما تو بدترین منطقه آرژانتین زندگی می‌کردیم و معلوم نبود آینده بچه‌های ما چی بشه، ولی با پولی که از چینیا گرفتم تونستم آینده همه بچه‌های خاندانمون رو تغییر بدم و می‌ارزید. از اون طرف میگن تا 7 نسلشو بس حالا الان عربستان جای چینیا عربستان داره چند برابر هزینه می‌کنه. از اون طرف یکی هم مثل آقای شزنی پیدا میشه میگه که آقا من به اندازه کافی پول دارم به عنوان فوتبالیست، اون جایی که دارم بازی میکنم، اون دوروبریام، کیفیتی که وجود داره برام مهمتره و نمیاد عربستان. دیگه همه چیز به ذهنیت اون بازیکن برمیگرده و فکر میکنم واقعا این مبلغ اصلا چیزی نیست که ازش بگذره. یعنی همینو به شزنی هم بدن میگه حالا ما یه چیزی گفتیم، اون موقع عصبانی بودم گفتم، ولی بیمه نداره، یعنی تو خواستگاری به مشکل میخوره. آره دفترچه بیمه، دفترچه بیمه. این تولد خواهرش هم میره تو برنامه قبلی هم گفتیم، اونم احتمالاً تو قراردادش باشه که من سالی یه بار نیستم، تولدیم تولد دعوتم، حالا چون فینال آسیای هر جا هستی من تولد دعوتم. سابتولم که خواهرش میاد. سابتولم که خواهرش و ایران هم میاد دیگه احتمال زیاد. ایشالله. ایشالله دعا کنید همتون. با جهنم ورزشگاه خودمون آشناش میکنید. آره بیاد ایران ببینه که اصلا فوتبال یعنی چی. اگه اینجا میومد مثلا باشگاه یعنی میگفتش که یه سری استوری باید بذاری واسه کاشتمو و اینا. آره از این کارو انجام تبلیغات میکرد دیگه. آره و برسیم به این که اتفاق جذابی ما امیدواریم که خانومای فوتبالی هم بتونن اگه به نیمار علاقه دارن تو استادیوم ها ببینن. میگم ما الان بازی تراکتور هم که 3 دقیقه دیگه شروع میشه نمیدونیم که تا آخرین لحظه خانوما بودن یا نه، یا بدتر از اینکه نباشن اینکه گزینشی باشن. تو این هفته اول بازی توی دو هفته اول ما 3 تا ورزشگاه داشتیم که میزبان خانمای عزیز بودن، هم اول ورزشگاه
گلگهر سیرجان، بعد در ادامه در عراق و قزوین هم این ماجرا تکرار شد و خیلی اتفاق خوبی بود. جالبه که ما 5 تا میزبان برنده داشتیم تو این دو هفته و 6 تا از میزبانا باختن و 2 تا از 5 تا تیم میزبانی که بازیاشونو بردن در حضور خانوما بوده. یعنی حضورشون تونسته، حالا شاید یه فکت خیلی کوچیک باشه اون کنارا، ولی تونسته یه انگیزه مضاعفی داشته باشه و هم تیم گلگهر سیرجان بازیش رو بود با هم آلومینیوم عراق و فکر می‌کنم دیگه آسمون هم به زمین نیومده و هفته بعدی هم فکر کنم ملوان بله مجوز بانوان تو ورزشگاهش رو خواهد داشت. و یه نکته دیگه این که نمیدونم مثلا این سه تا ورزشگاهی که میگی خانم‌ها رفتن با اون 5 تا ورزشگاهی که خانم رفتن از نظر زیر ساخت چه مشکلی، یعنی چه تفاوتی داشته؟ و اینم ورزشگاه شمس آذر که دارن خیلی خوشگل بندگان خود نیومدم 6 امتیاز دادن رفته، البته 3 امتیازشون برگشت در منفی 2 شدن. آره دوباره بازیشون هم با مثل رفسنجان، حالا که اینطور شد بگم شروع شده، نگاه نکردم بازی چند چنده اما شروع شده، یعنی الان شمس آذر منفی 2 امتیازه و اگه این بازی رو از مثل رفسنجان ببرن نه تنها اولین بردشون در تاریخ لیگ برتر رو به دست میارن بلکه سرعت دیرینه به پایان برسه. ببین که اینجا نوید استاد رحیمی همچنان با ماست. تو این فاصله گفتن که کارلوس سوز که راجعش صحبت کردیم که خاندانو بسته و پول کچینی ها گرفته سرمربی شده، سرمربی تیم ایندیپندنته. تبریک عرض میکنیم خدمت ایشون. انگار اسمش یه چیز دیگه است، یه جوری داری میگه انگار کسی متوجه نشه. ایندیپندنته. ممنون از بچه‌ها بابت آیتم جذابشون. واقعا امیدواریم که این حسرت چند ده ساله به پایان برسه. آره کم کم، ولی خب از اینکه کم کم سه تا ورزشگاه گزینش اینه یه مقدار صورت خوشی نداره. راجب نیمار صحبت کردیم، ما خودمون انتقال خوب کم نداشتیم و چه جوی بازی گذشته. یه 83 دقیقه اول تو پنالتی شارژه رو میزنیم ان شاء الله تو 90 دقیقه همینجا. پنالتی جذاب تره ولی پور حمیدی تو گل خیالم راحته واقعا، ولی پنالتی گیره خیلی خوب، پنالتی جان خیلی پنالتی گیره، خیلی پنالتی گیره، خیلی پنالتی گیره. النصر و رونالدو هم امشب پلی آف، حتی مثل اینکه یه قانونی هست که توی عربستان برداشتن که بازیکن خارجی هرچی میخواید بیارید، برای تو بازی آسیایی به مشکل خوردن، یه سریاشون اصلا لیست باید بذارن کنار، پول زیاد ببین زوال عقل میاره. این های بازیکن خریدن تو آسیا نمیتونه استفاده کنه، مگر که یه مقدار از اون پولا رو هم بذارن واسه AFC. یه خبری هم خوندم، پیشنهاد دادن که یکی از تیم‌های عربستانی یا منتخبشون تو چمپیونز لیگ باشه دیگه. آقا دیگه میگن پول همه قهرمان لیگ عربستان بره لیگ قهرمانان، میگن پول همه کار میکنه، ولی آقا اینفانتینو هی داری برنامه ما رو می‌بینی؟ اگه نه داری می‌بینی؟ داره می‌بینه. این کارو نکن، چمپیونز لیگو چه به تیم‌های عربستان. البته رونوش با آقای چفرین هم خواهد شد، ایشون هم باید در جریان باشن. بریم دوباره سراغ نیمار که بعضی از دوستان خیلی خوشحال بودن با تمسخر میگفتن که نیمار مصدوم بوده رفته الهلال. بابا نیمار خیلی ببخشید مردش هم بیاد ایران به نظرم جواب میده، ولی ابو طالب داره سیاه‌نمایی میشه. ما خودمون خیلی خارجی خوبی تو کشورمون داشتیم تو فوتبالمون که ما دیدیم واقعا داره کم لطفی میشه به فوتبال ایران، به مدیران عامل باشگاه‌ها چه سابق چه الان. ما این همه بازیکن خیلی خوب آوردیم به فوتبال کشورمون، بازیکنایی که هر کدوم جاذبه های گردشگری دارن، یعنی انقدر خوبن. ما قراره امروز و الان با ابو طالب به این بازیکن‌ها بپردازیم که هر کدوم یه ویژگی منحصر به فرد داشتن با یه ریسم بالاتر. بریم سراغ ماجرا. اولین نفر فکر می‌کنی کیه؟ یعنی میگیم اگه اونا رونالدو و نیمار و سادیو مانه و فیرمینو اینا رو دارن، ما هم اشپیتی مارفی داریم، داشتیم که اشپیتی مارفی الان نمیتونیم، هم میتونیم بازیکن خارجی در نظرش بگیریم هم ایرانی، چون این بوسه نرسیده برخلاف آقای روبیالس. یه نکته که هست، ببین نیمار و رونالدو اینا فوتبالشون تموشه برمیگردن، ما بازیکن جوری نمکگیر میکنیم که دیگه تو ایران میمونه. همین الان حدس بزن اشپیتی مارفی کجاست؟ سفره خونه فرحسان. فرحسان نمیذاریم برن دیگه. و تو این مدتی که اشپیتیم اومده خیلی از ایرانی‌ها ایران رو شاید ترک کرده باشن، حالا برگشته باشن نریشته باشن مهم نیست، ولی ایشون ولی هیچ وقت حتی تو ساوچ بلاغ هم اون طرفدار نمیره، یعنی همیشه هست. آره هست، حضور داره. بعد این منشور دوستان هستن، یه مصاحبه کرده بود میگفت که زمانی که تو پیام مشهد بودم ما میرفتیم استخر با بچهای تیم و تفاوت فرهنگی داشتیم. یه ذره زیاد به تفاوت فرهنگی تو جکوزی. آره این تفاوت فرهنگی بدکوفتیه واقعا. اگه خداداد دیرتر میرسید تفاوت فرهنگی خیلی بیشتر آره نشون داده ممکن بود بره، ولی هست و اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، چند دقیقه دیگه باش کار داریم. بریم سراغ تصویر بعدی. ما بالوتلی و آقای پلاتینی رو هم داشتیم تو فوتبالمون، ولی کسی بهش اشاره نمیکنه. ما کسی هم میدونه که ما بالوتلی و پلاتینی رو تو فوتبال کشورمون داشتیم؟ نه. ایشون کیه؟ آقای پلاتینی. نه پلاتینی پلاتینی ایشون پلاتینیه با این سیسی که گرفتن
هیچ فساد مالی هم نداشتن. ایشون اومدن توی صنعت نفت بازی کردن و بعد از صنعت نفت یه مدت کوتاه رومانی بودن و بعدم کلا فوتبال گذاشتن کنار. ما پلاتینی تو فوتبالمون داشتیم. طرح پلاس. و ایشون هم که ادور پلاس. ایشون این هم این بالوتلیه. چقدر شبیه بودن. آره خیلی شبیه. این آقای بالوتلی هم اومد تو صنعت نفت بازی کرد. برزیل ایران فوق العاده متوازن. الان بگم ما پلاتینی و بالوتلی داشتیم میگن داره لاف میزنه. بالوتلی بازی کرد. الانم بخوام بهتون بگم کجاست، داره تو لیگ مالزی بازی میکنه. شما دو سال دیگه نگاه کن لیگ مالزی چقدر خوب میشه. یه بالوتلی کم حاشیه است ولی بالوتلیه. آره بالوتلی الانم دو قاب میتونیم داشته باشیم دیگه، فوق العاده است دیگه. دوستان در لحظه یه کاری کردن، ما هم بالوتلی اینو انتخاب کنن اشتباهی اون رو دادن، گفتم اون یکم بدید مثلا یه تخفیفم بدید خورده. آره ولی خب بالوتلی واقعا بازیکن بدی نبود. حالا پلاتینی چیز خاصی یادم نمیاد، چه خیلی کم بازی. بریم سراغ سامبو جوچی. بله بازیکن شماره 18 پرسپولیس که الان یحیی گل محمدی و مقداد قباخلو رو هم اینجا تو تصویر مشاهده می‌کنیم. مقداد اصلا یادم نبود. مقداد آقای مهرداد باجلان یادم بود تو مردان آهنین. تو فوتبال هم داشتیم. خب این آقای سامبو جوچی شورتش کوتاه‌تره، بعد اون تبلیغ داره پپسی تمرینه. بازی تمرینی، بازی تمرینی، هر چی اصلا آستینش باید یکی باشه دیگه. سخت می‌گیری. یقه ها سه تاشون دو تا شبیه هم نیست. سخت می‌گیری. سخت میگیری. جوراباشون هم همرنگ نیست. یه تیم ان اینا. آقای سامبو جوچی رو آقای علی پروین جوجه صدا میکرد. چرا نمیدونیم. اولین باری که اسمشو شنید جوجه برداشت کرد. یعنی شما برو هر جای دنیا بگو به ایشون میگفتن جوجه تو کشور ما به پناهندگی میدن. و ایشون رفت چطوری؟ تو یخچال شنیدم رفته. آقای پژمان جمشیدی گفت که ایشون تو یخچال خودش رو قایم کرد و رفت. شاید نمیذاشتن به شاید علی فر میگفت جوجه منو نبرید. این جوجه منه و دیگه خودش خسته شده تو یخچال رفت. تو پوست گوسفند شنیده بودیم دیگه تو یخچال. شاید تو تابستون رفت ما تو هم یخچال میریم با اجازت. و آقای جوجه هم از دست دادیم ایشون رفت. البته آمارش هم خیلی فوق العاده بود، فقط یه گل زد. به ایشون گفته بودن چرا تکنیک نداری؟ نه نه میرسیم بهش. اونم خودش بعد گفتی. بریم نفر بعدی. بریم سراغ نفر بعدی. آها همینه. الان اون آقایی که بازیکن خارجی استقلال هستن، بغل محمود خان، بغل محمود خان و علی آقای سامره که اونجا حضور دارن، آقای فابریتسیو بودن. این آقای فابریتسیو وقتی میاد ایران جمله خیلی جذاب میگه. ای گفتی چی گفت؟ من عاشق ایرانم. نه که من طرفدار استقلال بودم از بچگی. آها بازیکن برزیلی بوده، برای اولین بار میاد ایران میگه از بچگی طرفدار استقلال. آقا چیکار داری؟ شاید بوده دیگه، بازیای ایران پخش زنده داره همه جا. حتی استقلال قهرمانی آسیا هم داشت، من اینو حواسم بود. بله بله. و در ادامه که از فوتبال ایران خواستن برن، گفتن آقای فابریتسیو تو برزیلی هستی. برزیلیا با توجه به اون چیزی که ما تو ذهنمون داریم آدمای تکنیکی هستن، چرا تو تکنیک نداشتی؟ گفت داداش من اگه من تکنیک داشتم که ایران نمیومدم، میرفتم بارسلونا. یه مقدار نظرم بد صحبت کردی. یعنی کاش اون موقع مسئولان تگیری می‌گردی. میگم استقلال هم درست نگفته، میگه آره ازش حمایت می‌کنی همین. نه به نظرم به بازیکن خارجی رو ندید دیگه، اینکه بیاد مثلا برگرده بگه اگه تکنیک داشتم. بازیکن باید از خودش بشه تو تیم‌های استاپ پرسپولیس بازی کنه. دقیقاً. حال بارسلونا چه چیزی اضافه تر داره؟ الان بارسلونا ورزشگاه نداره، خب استقلال پرسپولیس هم نداره. من اصلا ناراحت شدم. آره بخاطرم اصلا بریم سراغ عکس. همینجوری برگشت گفت، یعنی همینجوری بدون اینکه اصلا نگذاشت نبرداشتم. ببین کی اینجاست. ببین کی اینجاست. ساموئل اوکویه. نه ایشون ساموئل اوکویه نیست. ما از آقای اوکویه تصویری پیدا نکردیم و از رافائل گذاشتیم. چرا؟ چون آقای رافائل یکی از فوتبالیستایی بودن که به فوتبال ما اومدن و هپاتیت داشتن. آخه و اینا رو کجا پیدا میکنن؟ یعنی مثلا به جای فوتبال پایه اینا میرن توی مثلا کمپ و توی درمونگا و کلینیک میارن و یه دو تا فوروارد به ما میدی. یه کم کار کردی که مثلا بیا. آره. کاری نداشت. شما کاری نداری. فنی صبح بیا سر تمرین، شب بیاد حتی بازی هم نمیکنه. آره حالا هپاتیت کی داده کی گرفته؟ حالا یه کسی فراتر از ایشون اومد در باشگاه سرخپوشان دلوار افسار به نام آقای اوکویه. ایشون نه تنها هپاتیت داشتن، بلکه اومدن ایران مبتلا به ایدز هم شدن. و یعنی خب ببین من مریضی دارم که دیگه تهشه، اومد ایران دید که نه و دیگه ایران هیچ وقت ترک نکردن، چون همینجا در یکی از بیمارستانهای پایتخت جان به جان آفرین تسلیم کردن. متاسفانه ما ایشونو از دست دادیم. یک دقیقه سکوت. حداقل چند ثانیه سکوت داشت. چند ثانیه سکوت به احترام ایشون که با هپاتیت اومدن با ایدز بر نگشتن همینجا تو خاک ایران. ولی حالا ما داریم میخندیم به خاطر این اتفاقاتی که دوستان رقم زدن و اینا اومدن و اینا ما قطعا خیلی ناراحتیم. حالا ناراحت بابت هپاتیت که خیلی ناراحتیم، ولی دیگه اینکه اومده اینجا
به نظرم گل هم زد، یعنی به ازای هر بیماری یه گل زد، اصلا نرسید به اینا، یعنی دو تا بیماری صفر گل صفر فاصله، سری اومد بستری شد و ما دیگه ایشون تاریبو بسته دوستان نخندید برای خودتون پیش نیاد خدای نگره. بازیکن سابق اینتر و میلان و میلان که ایشون اومد به فوتبال ایران، گفتن که بازیکن اینتر و میلان رو واسهتون آوردیم و ببینید چه چیزی اومد بازی کرد، دیدن این یه مقدار تو دویدن کمیتش میلنگه، کمرشو میگیره، گفتن آقا مطمئنی این بازیکن 35 سالشه؟ مدیر عامل گفت آره نهایت 35. حسین کعبی رو بعد میبرن تست بگیره ازش. آقا حسین کعبی خودش رو سرپا نگه داشت، تغذیه سالم بود، اوکی بود. بعد کاشف فهمید بعد ایشون 12 سال بیشتر از اون چیزی بودی که فکرشو میکردیم و به خاطر همین اصلا بازی نکرد. و فکر میکنی الان چیکار است؟ مدله؟ این چهره میخوره الان چیکار باشه؟ الان مدله. کشیشن ایشون. بله. باری کلا آقا. خیلی هم عالی. ما ورزشکار خودمون هم داشتیم تو این سر، مثلا آقای دبیر بعد ورزش حالا کیشیش نیست، طرح کیشیش، طرح کیشیش هم که نه تو اون فضا، یعنی میگم یهو از و اصلا هران رو حسف تاسی کشتی چی دارم میگم کدوم دوربین بوده الان اتمالا سفیر تو تکرار این حالا در بیر، فقط دوستان که زنده میدیدن شاهده اینجا الان باشن دیگه کی اینجاست نوید؟ به نظرم بریم سراغ عکس بعدی، حتی خود منم نمیدونم کی اینجاست. بیمار بعدیمون کوین کنستانت، حالا شما دارید میخندید ولی ایشون هم نارسایی قلبی داشت ای بابا و نتونست برای تراکتور بازی کنه و 800 هزار دلار غرامت هم گرفت که مری که نارسایی قلبی داشت و بازی نکرد، گفتن نارسایی داری بهش برخورد، گفت من نارسایی ندارم، من یه ذره عصبی ام، استرس دارم. ببین با این همه بیماری هپاتیت و ایدز و نارسایی قلبی اینا که اومدن ایران، حق میدم به علی پروین که به ساموجوچی بگه این جوجه ای منه. و این بازیکن بازیکن میلان بود، این بازیکن بازیکن میلان بود که اومد اینجا و نارسایی قلبی پیدا کرد. و چی میشه اینجا که اینا نارسایی پیدا میکنن تو اینجا؟ آخه خودش میگه من سالمم، بعدم رفت چکاپ شد، دکترها گفتن تو سالمی فقط یه ذره عصبی هستی، یعنی مشکل خاصی عصبی داره، تو عصبی ترین کشور جهان اومدی بازی کنی. خب بخاطر اینجا یه چیزی دیده که اومده نارسایی قلبی رو پیدا کرد، بعد دوباره برگشت کشورش نارسایی اوکی شد، کنکل شد و ایشون به تیم ملی ایران هم گل زده، برای تیم ملی گینه بازی می‌کنه. آقای اشپیتی مارفی اگه برنامه ما رو می‌بینی شما هم یه تست بده. شما هم یه چکاپ کامل بکن، ما از سلامتت باخبر بشیم. مریض بعدی لطفاً. ایشون مریض نیست، ایشون میگفتن مصدوم بعدی البته. نه مصدوم هم نیست. ایشون پرنده فروش بودن. آها پرنده فروش بعدی. ایشونه نه 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 ما ایشونو نمیدونم چرا آقای نارسایی قلبی رو ترک کنیم. ایشونو با این کلاه ببریم تو جشن سال نو بوده. آها نه قضیه کنسل شد، بریم سراغ مختاریان. اون ببین یه نفر میذاریم آخر، یه نفر که بیماری نداشت آقای صمد مرفوی ردش کرد، گفت لاغره، بازیکن سالم ما نمیخوایم. و هنریک بزرگترین خدمتی که در زندگیش بهش شده رو آقای صمد مرفوی کرد. بعد از اینکه نیومد استقلال، رفت شاختار، بعد روم، رفت دورتموند، بعد رفت منچستر، بعد رفت آرسنال، بعد رفت روم، بعد رفت اینتر. حالا اگر می اومد استقلال الان احتمالاً مثلا بیمارستان سازدار قلبی بود، یه بیماری کلیوی هم داشت. آره دیگه یه سنگ ریز دیگه حداقل بهشون میرسید. ما مهمون نوازیم دیگه هر چی از اون برمیاد، ولی اینجا هزینه کاشتمون پایینه، اینجا میتونستون کاشتمون رو داشته باشه. این بحثو ازش عبور می‌کنی ناراحت میشه. بریم سراغ نفر بعدی. ببین کی اینجاست. کرار جاسم یا جاسمه کرار، بازیکنی که بیماری عصبی داشت فکر می‌کنم، چون دعوایی بود، یعنی قرار دعوا می‌ساخت، ولی خدا این دیگه تقصیر ما نبود، یعنی خارج از ایران هم این مشکل رو داشت، ولی خب بازیکن فوق‌العاده با استعدادی بود و میتونست کاملا در باشگاه خیلی بزرگتری در فوتبال اروپا هم بازی کنه، اما کلا خیلی عصبی بود دیگه، یعنی درگیر حاشیه بود، یعنی هر بازی جبری درگیر شد با خیلی بازیکن‌ها، چندین جلسه محروم شد، مصدوم شد. و البته اینم بگم ابو طالب، خیلی از بازیکن‌های ایرانی چون میدونستن که کرار یه مقدار زود از کوره در میره، کاملا آمدانه روی اعصابش راه میرفتن و این کار انجام آره در این کار واقعا انجام میشد. خود کرار هم میگفت الان اگر دوست داشته باشید که بدونید کجا داره بازی میکنه، تا یکی دو ماه پیش تو نفت الوسط عراق بود، ولی هر لحظه امکان داره دوباره برگرده فوتبال ایران، چون هر چند سال یه بار دوباره میاد. آقای کمالوند تیم بگیره ایشون میاد. آره شاید جوجه شاید برعکس جوجی. بریم نفر بعدی. بریم سراغ نفر بعدی. آقای قرنوی تمام تراکتور بوده یا اصلا استقلال کجا بود؟ استقلال بود. بله آها رسیدیم به همون دوست پرنده فروشمون که البته پرنده فروش نبودن. ما متاسفانه خیلی قضاوت میکنیم.
یه وکیل میره به یکی از خبرنگاره یکی از روزنامه‌ها، چاله اسم روزنامه رو هم نمیبرم، ولی الان دیگه اون روزنامه منتشر نمیشه. خب بگو اگه منتشر نمیشه. روزنامه 90. میان میگن که آقا این پرنده فروش بوده، این موقعیت رو از دست داده و شوخی شوخی جدی میشه. یعنی همه فکر میکنن آقای دیکارمو پرنده فروش بوده و بعد تو گفتن که از پرسپولیس که رفت دوباره رفت یه مغازه باز کرد، شروع کرد پرنده فروشی. در حالی که من خودم پرنده فروش نه، عکس ما دیدیم، ویدیو زیاد به درد نمیخوره. اینو میزنه بیرون. اینو پرنده فروش هم میزنه تو گل، یعنی اصلا فوتبالی نباشه یا حداقل پرنده فروش هم میزنه. عجیبه که اینا تو حساب پرسپولیس بازی میکنن. خیلی مورد زیاد داشتیم. پرسپولیس از استقلال خیلی بیشتر، استقلال بازیکن خارجی بهتری داشته، ولی خب پرسپولیس مورد زیاد داشته. پریموف، پولیانسکی، نمیدونم گولچ، سامبوجوچی، رافائل، خیلی بازیکن بودن. یه سریشون اصلا نشینده بودن. آره و ایشون هم الان دیگه خبری ازش نداریم. اما پرنده فروش نبوده بنده خدا، فقط گل خالی گل نمی‌کرده همین. آره پشت سرش حرف نزنید به نظرم. بریم سراغ عکس بعدی. بازیکن بعدی بود ولی آقای چیکو الان تو این تصویر چیکو نیست. و این تیمم تیمی نیست که چیکو توش بوده، یعنی این فصل بعد چیکوه. یعنی این عکس اشتباه انتخاب شده. نه نه، عکس درسته، عکس از چیکو نداریم. اون ماجرایی که بهتون گفتم بذارید گوشه ذهنتون راجع به اشپیتی مارفی، برعکس تفاوت فرهنگی، این برعکس بوده، تفاوت فرهنگی داشته آقای چیکو. و ایشون وقتی از ایران میرن میان حساب میکنن ببینن که چیکار کرده چیکار نکرده، میونن به آجیل فروش محله میشون بدهی داشته، حساب دفتری داشته، فکر میکنم با رئیس فدراسیون شطرنج از یه جا میو آجیل و اینا میخریدن و چیکار رو هم از دست دادیم. ایشون رفت فولاد، قهرمان لیگ برتر شد. حق ناسه اون پول آجیل فروشو برگردون آقای چیکار. مطمئنا بادومندی هم خریده دیگه قطعا. اینا نمیرن که مثلا فندق بگیرن. این جامم شیکه از بنده خدا عمرش خیلی بدونه. حسن حوری رو یادته؟ کیو؟ حسن حوری. آره گلره. حسن حوری، ایمان موبلی، مادر احمدی، لفته حمیدی. نشاطجو رو هیچ وقت یادم نمیره. نشاطجو رو گفته اینم. گلرای مورد علاقه من. بریم سراغ عکس بعدی حالا که اینطور شد. بله، آقای میروسلاف. بیرانبنده یا؟ شبیه هم هستن. جفتشون مدلن. بله. این آقای میروسلاف اوکراینی بودن و اومدن شهر خود رو، هم مدل بودن کنارش فوتبالشون هم ادامه میدادن. نه دکمه هاشون رو بستن دم گیت. دکمه ها رو بست اومد و نتونست بازی کنه زیاد، گل هم نزد فکر میکنم، و بعد یه غرامت خیلی توپل گرفت، برگشت کشورش، یه مدلینگ را انداخت، دیگه فوتبال هم بازی نمی کنه. دیگه چیکار میکنه به جز مدلینگ؟ فقط مدلینگ. فقط مدل. فقط مدلینگ. احتمال مسابقات بدنسازی کشورشون هم شرکت میکنه. به این میرسه واقعا. خیلی خوب بود بازیش. و محسن بنگر، محسن بنگر که داخلیه. عرفان اولرومه. عرفان اولرومه، ولی اولروم ماجرای ما نیست. اینو بگم، دنی اومد، عرفان رفت. به دین اسلام گروید. صد شوش که این اومد و صد هیف که من رفت. و البته برعکس. آیدانه چی بوده اسپانسرشون؟ نمیدونم هر چی بود، فکر کنم اختصاصی مشهد میزدن. و دیگه من جای دیگه نیدم. عطر حرم شهر. دیگه فقط اختصاصی مشهده. میتونه خیلی چیزا باشه. میتونه خیلی چیزا باشه. ولی موضوع ما آقای اولروم نیستن. اولروم خیلی فوتبالیست خوبی بود، با مهدی رجب زاده هم یه بار مشترک آقای گل شد. یا آقای نگودی داشتیم. جان نگودی. نه توی نکست نیست. عکس قابل پخش از ایشون پیدا نکردیم. یه بار ایشون وسط بازی بوده، به داور میگه من یه لحظه برم بیرون. میگه خب شاید مصدوم شده، مثلا کفشش خرابه. میره بعد متاسفانه یه حرکت ناشایست انجام قضای حاجت میکنه. سربسته یا خیلی بیرون نمیره، همون کنار تیرک کارشو انجام میده. یعنی حالا بیا برو تو رخکن و دیگه دید بازی حساسه. آره. کنار تیر دروازه. همون بازی هم ابو مسلم همین که توی مرکز زمین این کار نکردی واقعا ازت ممنونیم. و کنار اون دروازه‌ای که این اتفاق رخ داد، اون دروازه دیگه گلی به خودش ندید تو اون بازی، یعنی گلی دیگه رد و بدل نشد. و نگاش یعنی میگه بحث جادوگری تو فوتبال. نه من هیچ نمیگم، حرف تو دهن من نزد. و بعدش چند تا بازی بعد ایشونو نگه داشتن، دیدن داره خیلی خوب جواب میده، هی گل نمیخورن. یه بار ایشون با تیم تربیت یزد بازی داشتن و شروع کرد بازیکن عوامل همه رو گرفت زد. دیگه دیدن نه دیگه بفرستیمش دیگه اینو بر نتابیدن. حالا کنار تیرک کارتو میکنی، ولی دیگه دست رو ایرانی بلند کنی کاش سالار عقیلی پخش میشد. الان یه مقدار رو ببینیم. بله متاسفانه ایشون فقط نفهم این اکثر چرا دیدیم راجع به یکی از صحبت از آقای نگودی ابو مسلم نبود گفتیم. آها لباسشو ببینیم. اولروم رو اولروم اولروم رو ببینیم و یه یادی هم بکنیم از عرفانمون که عرفان عزیز. عرفان عزیز، عرفان جان امیدوارم هر کجا که هستی حالت خوب باشه. اشپیتیم هم یه اسم ایرانی انتخاب کن دیگه. به اشپیتیم چی میخوره؟ بهروز خیلی بهش میخوره. بهروز. بهروز خوبه؟ اوکیه بهروز، من که نمیدونم. آقا بهروز عارفی. بریم با
این دوستانم خدافظی کنیم و حالا برج میرا. نه اینجا دیگه واقعا بحث جدی میشه. ما چند تا بازیکن خارجی هم داشتیم که اومدن فوتبال ما و متاسفانه خیلی تلخ و خیلی زود از دنیا رفتن. ما سر اوکویه نتونستیم واقعا ناراحتیمون رو نشون بدیم، ولی اینجا دیگه این اتفاق رخ میده. آقای ماشادو یکیشون بود که در سبا حضور داشت، ایشون متاسفانه دیگه در جمع ما حضور ندارن. تصویر بعدی باید بریم سراغ جیلوت ساموئل که بازیکن استقلال و پیکان بودن، فوق العاده بازیکن خوبی بود و یکی از اون بازیکن‌های خوشکارنامه واقعی، یعنی در بولتون بود، در استون ویلا بود، خیلی سابقه فوق العاده‌ای داشت در تیم. از معدود با کلاسای بود واقعا که اومد تو لیگمون و متأسفانه فوت هم کردن. حالا خواهرشون میگه که صحنه‌سازی بوده و هنوز زنده است، ولی خب 4-5 سال گذشته و خبری نشد از جیلوت عزیز و روح شاد. و در نهایت برسیم به فونیکسی، بازیکنی که در تیم صنعت نفت آبادان بازی میکرد، یه بازی خیلی خاطر انگیز داره مقابل پرسپولیس که هتریک کرد مقابل استاد میثاق ممارزاده و خیلی فوتبالیست خوبی بود الحق و الانصاف. میثاق ممارزاده کجا هست؟ هست؟ کارش داری؟ نه میگه یعنی مربی گلرها اجازه نه داشتن. فوتبال نیست، اجازه ندادن و گفتم میتونه یه نصب رو بیمه کنه. خب و در نهایت برسیم سراغ عکس پایانی، آقای پادوانی که متاسفانه سالم اومدن به فوتبال ما و متاسفانه تر در جریان بازی با فولاد با آرمین سهرابیان بازیکن همتیمیش برخورد داشت، دیگه قدرت راه رفتن نداره، روی صندلی چرخدار باید بشینه و چقدر بد، چقدر ناامید کننده که چقدر طول کشید تا این بازیکن بتونه به کمترین حق خودش برسه. دیگه با کلی تهدید و اینا اون کف مبلغی که باید بهشون داده میشد رو پرداخت کردم و خیلی زشت بود به نظرم. پادوانی فوق العاده هم بازیکن فنی خوبی بود، هم از لحاظ اخلاقی در نفت، در سپاهان، در فولاد، در استقلال بازی کرد و خیلی حیف شد. پادوانی واقعا فوتبالیست خیلی خوبی بود و تو همین مسابقات آسیایی هم خیلی واسه تیم ایرانی درخشید، جاش خیلی خالیه. روز معروف خوبا بود و دیگه قدر اینا رو بدونید دیگه، یه مقدار یه قدرشو ندونستم متاسفم. یه یادگاری خوب از ایران بذارید که اینجوری نشه، دیگه قرارداد خودشو بدید، به نظرم میسه منطقیه دیگه. اینجا معصوم شد، اینم تا لحظه آخر ندادن دیگه، مجبور شدن همین یکی دو ماه پیش پولشو دادن. یعنی من یادمه که مدت‌ها استوری میذاشت گله میکرد، ولی خب کسی زبون خوش گوشش بدهکار نبود. داره خیلی حیف شد پادوانی. تمام بله، پس اینجوری نیست که اونا نیمار رو آوردن ما کیو آوردیم. نگاه کنید رقص بیماری و مصومیت و کارهای عجیب و غریب. مرسی که همچنان ما رو دنبال میکنیم. ما آخر برنامه قرعه کشی هم داریم دوباره، چون خیلی مهمه عرض میکنم. دو هفته دیگه دوشنبه ساعت 19 خدمتتون میرسیم. تراکتور هم گل خورد، این خبری نبود که اینقدر دست تکون بدید. دقیقا مثل جواد خیابانی واکنش داد که گفت ای گل زد، چا خورد، ای گل خورد، ناراحت شد. آره برمیگرده ایشالا، ولی من مطمئنم که این بازی نتیجهش باقی نخواهد موند. از کجا مطمئنی؟ یه چیزی میدونم، حالا دیگه بازش نکنیم. آقای خمس نمیاد که تو این بازی 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 داخل محوطه جریمه فوتبال ایران داره میگه که خوب حالا همین گل برمیگرده نشد. پس با امید موفقیت تراکتور بازی مثل رفسنجان 0-0 دیگه. مثل رفسنجان تو این واقعیت رو اجازه بده بگم برای مخاطبین اونقدی اهمیت نداره. آقا نگو این حرفو، مثل رفسنجان دوستان، مثل رفسنجان واسهتون اهمیتی نداره. به ما بگید. احمد میگن نه. تو استوری خودمون نداره. دیگه جای موندن نیست من برم. آره ولی نجاشو چک کنید. بخش بعدی هم با مهمون خدمتتون هستیم. ما رو ترک نکنید. اون گوشی، لپتاپ، تبلت، نه تو چی داری می‌بینی؟ ولی انداختن رو تلویزیون. آره ما رو ببینید. میریم برمیگردیم در خدمتتون. خواهیم قرعه کشی هم داریم. برگشتیم، مهمان ویژه‌ای داریم به مناسبت روز عکاس ورزشی، خانم پرتو جغتایی عزیز، عکاس ورزشی، خیلی خوش اومدین. سلامت باشین. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان ورزش دوست برنامه‌تون. البته روز عکاسی ورزشی، اصلا عکاسی ورزشی هم نه، روز جهانی عکاسی. روز جهانی عکاسی که حالا چون برنامه ما یه مقدار ورزشیه، چون تمام مخاطبان ما ورزشی نیستن، ما از هر قشری مخاطب داریم. خیلی خوش اومدین. ما با بعضی از مهمونامون، حالا با خانوم ها، راجع به این صحبت میکردیم که فرزند فوتبالیست چه تفاوتایی بین فوتسال آقایان و بانوان وجود داره از نظر حالا رسیدگی و مسائل دیگه. واسه اینکه توی عکاسی هم همچین مسئله هست، یعنی عکاس خانوم با آقا تفاوتایی داره از ورودش به استادیوم تا حالا نحوه انتشار عکس ها یا برخوردهایی که هست با عکاس های خانوم تو ورزشگاه. خب متاسفانه بله این تفاوت وجود داره. به طور کلی عکاسی ورزشی سخت‌ترین ژانر عکاسیه، یعنی به خاطر تجهیزاتش، شرایطش و اینکه حالا باید شناخت کافی از رشته‌ها داشته باشی و مسائل دیگه. حالا شما فکر کنین که این سختی یک مقدار جنسیت زده هم بشه، یعنی به هر حال زنان یه مقداری در ایران، به ویژه اینکه ما عکاسای زن تعدادمون زیاد نیست و مدام با محدودیت‌های مواجه میشیم که هیچ وقت هم نمیفهمیم که از چه ارگان و سازمانی داره بهمون تحمیل میشه.
یعنی در واقع اگه جدا از تماشاگرها که خانم و آقا رو فرق میذارن، خانم راه نمیدن، برای عکاس و گزارشگر خبرنگار هم همچین تبعیضی هست؟ بله دقیقاً هست. یعنی اگه من همزمان با یک همکار مردم در یک وارد یک مسابقه ورزشی بشیم، ایشون میتونه بدون هیچ مانعی با نشون دادن یک کارت وارد چه کارشو شروع کنه. کارتی که خانم هم دارن. خانم هم دارن، خود وزارت ورزش صادر میکنه. ولی یک خانم عکاس که خانم خبرنگار برای انجام هماهنگی ها و اینا مدت زمان زیادی از مسابقه رو از دست میده. خب کارتو کی صادر میکنه برای خانوما؟ همون ارگانی که برای آقایون صادر میکنه. خب پس کی راه نمیده؟ هیچ وقت نمیفهمیم. یعنی کسی نیست بیاد بگه من مسئولشم راه نمیدم. مسئولینش مدام عوض میشن. یعنی یه سری همه ورزشگاه های بزرگ ایران تو در ورودیش سری ممنوعیت ها هست که حالا میگن که اصلا اینجا این مسابقه اجازه ورود عکاس خانم نداریم، بعد ما میگیم که خب خودشون دعوت کردن و مدام این چالش ها ادامه داره تا اینکه حالا بالاخره با هماهنگی فدراسیون و وزارت خونه ما وارد محیط مسابقه میشیم و همکار مردمون از اول مسابقه اونجا بوده، با خیال راحت کارش رو کرده و ما تازه وارد میشیم. جدا از اینکه تو محیط مسابقات مردونه، حالا به ویژه مسابقاتی که تماشاگر خانم نداره، خب یه سختی دیگه هم داره. به هر حال خود همکارای مرد همکاری نمی کنن خیلی. یعنی چی؟ به هر حال خیلی اونجوری که باید و شاید هوای همکاراشون رو ندارن، همکارای خانومشون رو. شاید خب به خاطر اینکه اونا هم به مسابقات خانوم راه پیدا نمی کنن، دوست ندارن که خیلی هم اون دیگه مشکل از عکاسای خانوم نیست، اون همون دوستی که خانوم راه نمیده تو. بله. استادیم آقایان، آقایان هم راه نمیده در واقع یک مشکل دو طرف است. ولی خب چون به هر حال ما باید بپذیریم که مسابقات مردان از همه نظر جذابیت بیشتری داره از بعد رسانه‌ای، خب عکاسای خانم هم علاقه مندن که برن از مسابقات مردان عکاسی کنن. برای خود من این موضوع خیلی دغدغه نیست، یعنی شاید خیلی پیگیری نباشم عکاسی از ورزش آقایان. بله بیشتر عکاسی از ورزش زنان دغدغمه، ولی خب همکارایی دارم که صرفا دوست دارن که مثلا برن استادیوم آزادی و از مسابقات فوتبال عکاسی کنن. تجربه جذابیه دیگه. بله شما به تماشاگران اشاره کردین، الان تماشاگرای خانم از عکاسای خانم یه قدم جلوترن، چون تماشاگرای خانم وارد ورزشگاه میشن، خانم خبرنگار وارد میشن، اما ورود عکاسا همچنان ممنوعه. شاید AFC باید مثلا به ورود عکاسای خانم هم وارد بشه، بلکه یه مقدار کوتاه بیان دیگه، چون میگید که کسی یعنی ارگانی هم نیست که بگه من مسئولشم. درسته، در واقع پاسکاری میشه. حالا اگه بخوام یه مثالی بزنم، برای بازی مقدماتی جام جهانی که در ایران برگزار میشد، فیفا برای همه عکاسای خانومی که حالا فعالیت داشتن و مجوز لازم رو داشتن در یک رسانه معتبر کار میکردن، آیدی کارت صادر کرده بود. ما آیدی کارت با هولوگرام داشتیم و باید قاعدتا ما راه میدادن و دقیقا دم در ورزشگاه مانع ورود ما شدن. و وقتی میپرسیدیم که خب ما از کجا پیگیر شیم، یکی میگفت برید وزارت خونه، وزارت خونه میگفت فدراسیون، فدراسیون میگفت شورای امنیت، شورای امنیت میگفت یگان ویژه، یگان ویژه میگفت حراست، و این چرخه انقدر ادامه پیدا میکرد که ما خسته میشدیم و دیگه بازی بعدی اصلا نمیرفتیم، قیدش رو میزدیم در واقع. بعد توجه مخاطبین چه جوریه به عکسایی که میگیرین از ورزش آقایان و ورزش بانوان؟ کدومش براشون جذاب تره؟ خب من چون بیشتر از خانم عکاسی کردم، میتونم از بازخورد بگم. ببینید ورزش زنان در ایران خیلی دیده نشده در سالهای اخیر، به جز حالا یکی دو سال قبل که موج حضور زنان در تمام عرصه ها پررنگ تر بوده. قبلا خیلی شاید همه اهالی ورزشون که علاقه من به ورزش بودن، شناخت کافی از محیط ورزش زنان در ایران نداشتن. به خاطر همین معمولا در رسانه ها و خبرگزاری ها عکسایی که از ورزش زنان گرفته میشه بازدید بیشتری دارن، چون برای مردم جالبه، جذابه که ببینن خانومای ایران چطوری با حجاب اسلامی با این پوشش و دارن رقابت میکنن در سطح حرفه‌ای. البته که خب عکسایی که ما به خبرگزاری ارسال میکنیم معمولا دچار سانسور میشن، حذف میشه ازشون، کم میشه، ولی بازم یعنی اون پوشش مورد تاییدم. بله اگه ازش عکس گرفته بشه ممکنه سانسور بشه. چون ما با خانم قلی زاده هم تو برنامه قبلی صحبت میکردیم، میگفتن که ما بازیامون پخش زنده و اینا که هیچی، دوربین هم اصلا نمیتونست بیاد داخل، در صورتی خب یه پوششی دارن که تو مسابقات آسیایی یا تورنمنت بین المللی هم با همون حاضرن دیگه. درسته. یه سری سانسورایی میشه که حالا من خودم به عنوان یه عکاس زن هیچ وقت نمیبینمشون توی عکس، ولی خب حذف میشه دیگه. یعنی مثلا ممکنه 40 فریم عکس ارسال بشه و در نهایت مثلا 15 فریم روی خروج قرار بگیره. در واقع هی
مراجع مختلف روش یک هر کی هست هر کی دو تا عکس هم برداره، ولی برای ما که داریم تو این هیت فعالیت میکنیم همین هم غنیمته، چون شرایط بهتر داره میشه، هر سال داره بهتر میشه، امیدواریم بهتر میشه. بهترین عکسی گرفتین از ورزش بانوان چه رشته ای بوده؟ بهترین عکسی که گرفتم، حالا عکس ورزشی قاعدتا باید یک اکتی داشته باشه، ولی ورزش زنان خیلی داستانهای عجیب غریبی داره. من یه عکسی فکر میکنم 2 سال پیش در رقابت‌های لیگ کاراته زنان ایران گرفتم. میتونیم عکس رو هم داشته باشیم؟ که این عکس در واقع عکس یکی از مربیان کاراته زنان ایران به نام خانم فاطمه بغلانی بود. خانمی که ایشون داشتن تیمشون رو کوچ میکردن کنار زمین و یه چیزی نظر من رو جلب کرد که یک بچه‌ای، یک پسر بچه‌ای که صورتشون پایین هست جلویه؟ بله، همراهش بود و همه جا همراه این خانم بود، حتی رو نیمکت مربیگری کنارش نشسته بود و خب خیلی جالب بود، یه پسر بچه خیلی شیطونی هم بود و یه جاهایی حتی به مامانش کمک میکرد. زمان کرونا هم بوده فکر کنم. بله، اواخر کرونا بود تقریبا دیگه، حالا یه واکسن داشت میومد کم کم. خب بله، این عکس من این عکس رو گرفتم و فرستادم برای خبرگزاری و منتشر شد. یکی دو روز بعد دیدم که به طرز عجیبی همه رسانه‌ها دارن سراغ خانم بغلانی میرن و باهاشون مصاحبه میکنن. این مصاحبه خانم بغلانی، بله، به زندگی برگشتم. بله، مصاحبهشون با روزنامه همشهری هستش که ایشون خبرنگار این گزارش از ایشون پرسیدن که چرا این عکس شما رو به زندگی برگردوند و ایشون گفتن که یک داستانی از زندگیشون گفتن که من چند وقت قبل از این مسابقات به یک بیماری دچار شدم، بیماری که تقریبا دکترها گفتن که ازش قطع امید کردم و حالا باید درمان بشی ولی نتیجهش مشخص نیست و من دلم نمیخواست حتی یک ثانیه حضور فرزندم کنار خودم از دست بدم و همه جا با خودم میبرم پسرمو. این مصاحبه خیلی سر و صدا کرد و باعث شدش که فدراسیون کاراته توجهش رو به این مربی که تقریبا کنار گذاشته شده بود بیشتر کنه و دقیقا قبل از این مسابقات رقابت‌هایی برگزار شده بود که برون مرزی بود و این خانم رو همراهشون نبرده بودن و ایشون خیلی افسرده شده بود، یعنی در کنار اون گذروندن اون پروسه بیماری رفتاری که فدراسیون باش کرده بود هم براش ناراحت کننده بود، ناجوانمردانه بود و این اتفاق افتاد. و من یادم شبی که این مصاحبه چاپ شد، ایشون برای من، نمیدونم شمارم رو چطوری پیدا کرده بودن، یه پیام صوتی فرستادن که من تقریبا هر بار در کارم دچار مشکل و مانعی میشم اون وایس رو گوش میدم که در تمام طول اون وایس داشتن از من تشکر میکردم و میگفتن که شما کاری کردین که من روحیه پیدا کنم و به ادامه درمانم فکر کنم و بخوام که در کنار شاگردان باشم و در مسابقات بین المللی بعدی همراه تیم ملی زنان اعزام شدم. یه جذابیت بصری شاید از اون عکسایی که به قول خودتون میگید باید هین ورزش بله. باشه نداشته، ولی خب دقیقا به خاطر داستانش و اینکه به عنوان یک مادر که شما هم ورزش حرفه‌ای میکنی، هم در سطح یک کشور داری فعالیت میکنی و هم یک مادر نمونه‌ای که نمیخوای بودن پسرت رو، حالا فرزندت رو از دست بدی. بله، شما هم تجربه عکاسی تو ورزشگاهی داشتین که فقط خانوما بودن، فقط آقایون بودن و بله. هر دو دیگه، یعنی هم خانوما هم آقایون، فکر کنم تو بازی پرسپولیس. بله، چه جوریه اصلا جو ورزشگاه، چه جوریه، چه تفاوتی داره؟ این سوالو خیلی از من پرسیدن و حالا از همکاران دیگه من که من فکر می‌کردم خیلی سوال بکریه چون خب برای همه جذابه که بودن و نبودن خانوما در ورزشگاه این جو رو چه تغییری میده. من به عنوان یک زن خودم، اصلا نه به عنوان یک عکاس، چون من در این مسابقه تصمیم بله من توی این مسابقه تصمیم گرفتم که یه نیمه کنار زمین نباشم و برم بین تماشاگر رو عکاسی کنم، چون به نظر من اون بازی شاید جذابیت اصلیش اولین حضور زنان در ورزشگاه پرسپولیس و کاشیما، بله، فینال لیگ قهرمانان. این عکس ها مربوط به انتهای مسابقه است که پرسپولیس جام رو از دست داد و شما نگاه کنین که همه قشر سنی، همه جور آدمی از هر تیپ و مدلی اینجا هستن و واقعا دارن برای تیم محبوبشون گریه میکنن از ته دل. در مورد جو ورزشگاه باید بگم که ایشون این عکس البته یک داستان دیگه ای داره، حالا براتون میگم. استادیوم دیگه از اون گریه و اینا گذشته، این یه چیزی مصرف میکنه. مرتبط به سوال شماست، اینکه جو ورزشگاه. من موقعی که داشتم این عکس رو میگرفتم، همزمان با اینکه من داشتم عکس میگرفتم، یه خانومی توی تماشاگرا که بچه داشت، یه بچه کوچیک همراهش بود، به این آقا تذکر داد.
و با یه لحن بدی بهش گفتش که اینجا مگه جای سیگار کشیدن، اینجا ورزشگاهه. خب نمیدونستن که تو ورزشگاه همه چیا میکشن، به سیگار گیر دادن. آره این سیگارم اتفاقا سیگار معمولی نبود. آها، طرح سیگاره پس که بله. اون کودک رو هم اذیت میکرده. برعکس که اون آقا خیلی خوشش اومده، اسم میکنه اومده نزدیک تا بله. و جالبه که واکنش اون آقا، و ما همه گفتیم الان یک دعوای شدید میشه، بزن میشه و دیگه خانوما رو راه نمیدن، ولی این آقا با یه لحن خیلی لوتی مسلکی کام آخر رو گرفت، کام آخر رو هم نگرفت و گفت چشم آبجی و سیگارش خاموش کرد، دمش کرد و همه خانوما براش دست زدن و اصلا کسی دیگه بازیو نمیدید در اون لحظه، همه حواسا این بر بود. یعنی نیمه دوم پرسپولیس کاشیما تحت تاثیر این دوستمون بوده که دیگه داره یه نگاهی هم میکنه، انگار آخرین نخیه که میتونه بکشه بندازه بعد بازی. عکسام خیلی وایرال شد و واقعا من هیچ، یعنی شما یه نیمه بازی فینال آسیا رو عکاسی نکردین، فقط از تماشاگرای خانم که به نظرم خیلی جذاب تر بود. بله. چون خیلی بکر بود، همه چیز جدید بود، این حسشون ذوقشون و اینکه انقدر عاشقانه تیمشون رو دوست داشتن و این همه سال نمیتونستن تیمشون رو تشویق کنن. حالا یه بحثی که هست، میگن خانوما برن، حالا مثل مثالی که شما زدی، مثلا میگه خاموش کن، میگه چشم آبجی، چون ما که میگیم خیلی چشم داداش نمیشتن. اینجوریه که میگه اگه خانوما برن این جوه بهتر میشه و قطعا هم همینه. حالا این مثالی که شما زدین یا حالا فحاشی اگه هست، حالا باشم هست دیگه تو استادیوم های همه جا هست، ولی فکر میکنم بهتر بشه، ولی نشدم به نظرم حقشونه که باشن. این تصویر چی؟ این عکس هم یکی از عکسایی بود که خیلی تاثیرگذار بود. زمان عکس تقریبا فکر میکنم برای سال 1400 تابستونش، یعنی تو اوج کرونا و وضعیتی که مسابقات به صورت متمرکز برگزار میشد. مسابقات چیه این؟ این مسابقات هندبال ساحلی خانم بود که در تهران برگزار میشد. تمام تیمای شهرستان اومده بودن تهران و امکاناتشون برای آب خوردن این شکلی بود که همه بازیکنای تیم به طور مشترک از این کولمن استفاده میکردن. یعنی امکانات انقدر کم بود. این عکس فردای اون روز منتشر شد و روز دوم و سوم مسابقات فدراسیون زحمت کشید و آب معدنی خرید براشون و یه لیوان یهار مصرف هم میگرفت کار را میافتاد. حتی فدراسیونی که مثلا به میوه فروش بده کار خیلی، فدراسیون معتقده که تیما خودشون باید هزینه بدن، کلا خیلی برای ورزش زنان هزینه نمیکنن. اصلا هزینه میکنن واقعا؟ مثلا اسپانسری داره لیگا به اون صورت؟ نه مثل فوت اصلا نداره اسپانسر داره، ولی به هر حال اسپانسرها به چه امیدی بیان از ورزش زنان حمایت کنن وقتی نه پخش زنده ای هست، نه پوشش رسانه ای عالی هست. به هر حال اونا هم دنبال سود و منفعت خودشونن. سال هاست که ما داریم میریم میایم با صدا سیما وزارت ورزش مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم که پخش زنده رو لااقل در رشته هایی که شدنیه حالا آغاز کنن، ولی خب هنوز متاسفانه قدم مثبتی برداشته نشده. حالا آقای تاج فینال جام جهانی زنان رو دیده، رفته الگو برداری کنه، امیدواریم که بتونه پیاده کنه. و این زیر ساختی که میگن شما میدونید منظورشون چیه که بارو من نمیتونم برن نمیدونید؟ نه چون همه بله. چیز عالی بود به نظر. این چه عکسیه؟ این اولین عکسیه که من با گرفتنش یه تأثیری گذاشتم در جامعه ورزش زنان و برای خودم خیلی عکس عزیزیه. یه ذره دردناکه، ولی این مسابقات والیبال لیگ برتر معنی واقعی کلمه دردناکه ها. بله. بله این خانم موقعی که میخواست دریافت کنه توپ والیبالو کنترلش خارج شد و خورد به این تابلوی تبلیغاتی. آره و تابلوی که اصلا نیازی نبود اونجا باشن و هیچ مانعی بینشون نبود. یعنی وقتی مسابقات آقایون برگزار میشه بینشون یک مانع ابری میذارن و پشتش هم اصلا تبلیغات داره، ولی مسابقات خانم ها که تبلیغات نداره. یعنی حتی زحمت این رو نداده بودن به خودشون که اون رو جمع کنن. یعنی اون تابلو تبلیغاتی خالی بود، فقط دقیقاً آره فقط بود. و این خانم اینجوری دوچار آسیب دیدگی شد و پخش شدن عکسش منجر شد فرداش از صدا سیما رفتن اونجا یه گزارش مفصل تهیه کردن و اومدن اون تابلو رو جمع کردن. تا اتفاقی نیفته کاری انجام نمیدن. این که میگید مثلا عکس پخش شد، این عکس چجوری پخش میشه؟ با اون زمان لوگو و اسم شما یا نه بیا عکسیو میبینن برمیدارن استفاده؟ اون زمان من توی رسانه کار میکردم که گزارش تصویریش کار شد و بعد بیشتر توی اینستاگرام. ایشون همون اوشونه؟ نه ایشون این عکس مربوط به سال 1401 مسابقات لیگ برتر فوتسال خانوما. این عکس رو من برای این انتخاب کردم که در موردش یه موضوعی رو بگم. این یک اتفاقی، خب حالا شاید خیلی طبیعی نه، ولی یک اتفاقی که ممکنه در مسابقه ورزشی بیفته. وقتی این خانم آسیب دید، چند نفر از مسئولین برگزاری مسابقه اومدن و با خیلی لحن بدی به عکاسا گفتن که اجازه عکاسی ندارید،
کی گفته که شما میتونید از مصدومیت بازیکن عکس بگیرید؟ موضوعی که اصلا در ورزش آقایون نیست. اصلا نصف عکس هایی که در جهان جایزه میگیره عکس هایی که از آسیب دیده خیلی جذاب هست. مثلا بازیکن های فوتبال اکثرا اصلا نماد غیرت میشن با این. و من واقعا با یه مقدار پررویگری تونستم این عکسو بگیرم و گفتم که شما فکر کنید اینجا مسابقات مردانه، آیا شما جرأت میکنید به عکاسان مرد بگید عکس نگیرم؟ و به خاطر همین این ممنوعیت هست که ما هیچ وقت نمیفهمیم مثلا از کاملا سلیقه ای فکر کنم. دقیقاً سلیقه ای. اینکه مصونیت عکس نگیرید مثلا ممکن هفته بعد از گل زدن نگیرید. بله. اصلا عکس نگیرید. عکسی بوده که جایزه هم بگیرید بابتش؟ بله. همین این عکس امسال در جشنواره جهانی ایپس عکس سوم شد. همین امسال؟ بله، این مسابقات لیگ برتر فوتبال خانم‌هاست در کرج، این بازیکن تیم ذوب‌آهن. با این پوشش پخش زنده هم داشته باشه؟ ایرادی نداره. اتفاق عجیبی نمیفته. این عکس هم مسابقات هندبال ساحلیه که اینم در جشنواره ایپس در بخش آسیا صاحب جایزه شد. جایزه گرفته. خودتون کدوم عکسو بیشتر دوست دارین؟ اونایی که تکان دهنده است به قول خودتون و پخش میشه، یا من همه عکسامو دوست دارم؟ یعنی اینجوری نیست که مثلا انتخاب کنم، ولی خب واقعا اون عکسایی که تونسته یک اتفاقی رو در ورزش زنان به سمت بهتر شدن و بهبود سوق بده، اونا برای من عکسای جذاب تری بودن همیشه. یعنی در واقع خیلی دنبال اکت نیستم، دنبال اینم که یک تأثیری بذارم، چون فکر میکنم ورزش زنان بیشتر از هر چیزی نیاز به تریبون داره، که یکیش تریبونش همین عکساست. قطعاً عکس و خبر. عکس قبلی اگه بتونیم دوباره ببینیم که جایزه هم گرفته. اینو شما تو صحبتتون گفتید که مثلا آقایون زودتر از ما میرن جاها رو میگیرن، جا خوبا رو میگیرن و ما که میریم دیگه جایی نیست. مثلا برای همچین عکسایی شما به جای خوبی نیاز دارین؟ اصطلاحا کمی میکنید واسه یه هم گرفتن همچین عکسی، همچین خب فریمی؟ کلا مسابقات فوتبال که یک سری قوانین برای عکاسا داره، یعنی شما یک جایی رو، یک سیتی رو انتخاب میکنید، اونجا میشینید و اجازه ندارید از اونجا جا به جا بشید. اونم مثل اینکه خودشون تعیین میکنن. در مسابقات بین المللی باید بری قبل، روز قبل از مسابقه توی سایت جاتو مشخص کنی، ولی تو مسابقات ایران هر کی زودتر هر کی زودتر بیاد. البته خانوما دیرتر از همه میرن. البته خانوما اونقدر عکاس تعداد زیاد نیست، ولی خب من اینجا پشت دروازه کنار نقطه کرنر نشسته بودم. خیلی جایگاه تو این عکس مهم نیست، این عکس لحظه قطعیه، یعنی اون لحظه ای که تو حواست باشه که توپ با سر بازیکن مماس میشه. حالا نظر منتون بوده یا اتفاقی؟ نه، اتفاقی پیش میاد، ولی اتفاق به اون شکل نه، شما باید حواست شیش دنگ باشه به اتفاقاتی که میفته، وگرنه شاید عکاسای دیگه نتونن این عکس نگرفته باشن این عکس رو. بله دیگه، عکسی نداریم؟ عکس که زیاد بود، ولی خب اینا چون قصه داشتن، دو تا جایزه گرفته بود، یکیش که خانم بغلانی. بله. که سرنوشت عوض شده و دیگه نداریم عکس. خیلی ممنونم ازتون. اگه صحبتی داریم به عنوان کسی که توی ورزش بانوان خیلی دنبال رسانه‌ای کردنش بودیم، به قول خودتون تریبون داشته باشه ورزش بانوان، این تریبون در خدمت شما. من همیشه گفتم، شاید این بار هم باید باز تکرار کنم، ورزش زنان درسته که سال هاست داره در سطح رسمی فعالیتش رو ادامه میده، ولی به نظر من هنوز یک کودک نوپاست و به شدت نیاز به حمایت داره. متاسفانه ما فدراسیون هامون برخلاف اینکه خیلی مدعی این هستن که دارن به ورزش زنان اهمیت میدن، اما هنوز به اندازه کافی این اهمیت دیده نمیشه. هنوز فاصله قرارداد بازیکن‌ها، فاصله امکانات برگزاری مسابقات زمین تا آسمونه. یعنی شما فاصله میونه کردن، فاصله قرارداد یا هم بحث اسپانسرینگ و اینا، شاید بگیم همه جای دنیا هست، به هر حال مثلا فوتبال آقایان بیشتر تماشاگر داره تا فوتبال بانوان، ولی یه سری امکاناتی که نیست، مثلا اینکه میگم خانم قلی‌پور میگه حتی دوربین نمیتونه بیاد تو لیگ برتر عکاسی و تصویر داشته باشه، اینا واقعا اذیت کننده است. بله، ولی شما بعد ببینید تعریفتون از فاصله چیه. شاید در یک کشور اروپایی این فاصله خیلی کمتر باشه، در ایران فاصلهش بین 8 میلیون تا 8 میلیارده. خب این فاصله به نظر من طبیعی نیست. و اینکه امکانات، یعنی شاید باورتون نشه، من مسابقات برای مثال بسکتبال خانوما رو عکاسی میکنم با مسابقات بسکتبال آقایون، حتی نور سالن متفاوته، یعنی حتی چراغ کمتری روشن میکنم برای خانوما. و حالا امکانات دیگه که دیدین عکساش رو، تابلوهای تبلیغات رو جمع نمیکنن، تو ورود و خروج تماشاگر رو هزار جور مشکل هست، ورود عکاس و فیلم بردار که همیشه یک ماجرای همیشه از پیش وقتی آزادم میشه مثلا میگیم که
از معصومیت میگن عکس نگیرید. بله. واردم که میشین. یعنی حتی پیش اومده که من رفتم مسابقاتی رو عکاسی کردم و موقع خروج یه نفر از قیافه من خوشش نیومده و مموری منو گرفته. گفت اصلا نمیخوام از این مسابقه. اتفاق خاصی افتاده تو اون بازی؟ نه. مثلا وشو خانوما بود سال مثلا 98. اصلا هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود. نه یعنی اینجوری نبود مثلا درگیری باشه بخوام. نه. همچین برخوردی بوده اصلا مثلا توی بازی یه حتی شما که میگم اینجوری اتفاقی نیفتادم برامو میگیرن. یه اتفاقی افتاده با عکاسا و فیلمبردارا مثلا یه همچین صحبتی باشه که عکسی پخش نشه ازش. بله خیلی پیش میاد. تو مسابقاتی مثل کشتی خانوما اصلا مسئول فدراسیون حالا یا مسئول برگزاری مسابقه عکسا رو چک میکنه دونه دونه. البته دیگه یه عکاسی که تازه کار باشه بیشتر روش حساسیت هست. ما ها دیگه برادریم رو ثابت کردیم و میگیم که خب ما دنبال دردسر نیستیم، صرفا ما میخواییم که ورزش زنان رشد کنه، نمیخواییم که دوچار مشکل بشه. خاطر همین تلاشمون اینه که عکسی که قرار دردسر ساز بشه رو منتشر نکنیم. بیشتر دنبال اینیم که عکسی رو نشون بدیم که مشکلات رو نشون بده و مسئولین رو به یک حرکتی وابداره. این به نظر من مثل همون تابلو تبلیغاتی. بله. دم شما گرم، خیلی ممنونی. اگه دوربین از روی من بره که ممنون میشم، نه کلم بره از روی من. یادگاری از برنامه ما داشته باشیم. ما مجدد تشکر میکنیم از شما بابت زحماتتون در عرصه ورزش بانوان. امیدواریم که این مشکلاتی که از هم برای عکاسان هم کلا برای ورزش بانوان مرتفع بشه. خیلی ممنون که این فرصت رو دادین. فکر میکنم این اتفاق خیلی خوبیه چون خبرنگارا و عکاسای خانم در ایران پر از محدودیتن و یک جای باید حرفشون زده بشه. ما حتی در مراسم خودمون که به مناسبت روز عکاسی بود به خانم‌ها اجازه ندادن که حرف بزنن. یعنی ما خواستیم که بریم پشت تریبون و گفتن کسی صحبت نکنه. مرسی که این فرصت رو به ما دادین و امیدوارم که این روند هر چه زودتر به حالت بله به حالت نرمالش برگرده. امیدوارم زنده باشی. ممنون ازتون. متشکرم. میریم یه بخش رو میریم با بخش پایانی در خدمتتون هستیم. همچنان بریم سراغ قرعه کشی که قولش رو داده بودیم قرعه کشی رو انجام بدیم به عزیزانی که اپلیکیشن آپارت اسپورت رو نصب کردن. عذرخواهی هم میکنم یه مقدار برنامه‌مون طولانی شد، ما قراره که تو یک ساعت خدمتتون باشیم ولی دیگه یه مقدار اگه طول کشید ما رو تحمل کنید. این گیرنده ها رو بهش دست نزنید، ما روی این خیلی حساسیم دیگه. شروع کیاش نبینید ما رو یا تا آخرش ببینید. بریم سراغ قرعه کشیمون. 6 تا اشتراک 6 ماهه فیلیمو کسی سه بار پشتم بگم میتونیم بهش جایزه بدیم. 0939-47-14 اون دو رقمش هم میذاشید که همین الان باش تماس هم میگرفتیم ببینیم چه حسی داره. نفر اولمون توی اینستاگرام تا هفته چهارم کسایی که ما تو اینستاگرام دنبال میکردن بهشون جایزه تعلق میگرفت. اون موقع ما آیدی و اسمو داشتیم، الان فقط شماره 922-709-1XXX1 نه برنامه قبلی. عزیزانی که الان برنده میشن کسایی هستند که اپلیکیشن آپارت اسپورت رو نصب کردن، شمارهشون رو وارد کردن و رجیستر کردن، بینشون قرعه کشی انجام میشه. برنده سوم ما 915 از مشهد هم فکر کنم، گوشی رو بگیرید سمت حرم ما هم سلامی بدیم. نفر چهارم 911 فکر میکنم از شمال کشورن، شما هم گوشی رو بگیرید سمت دریا. نفر پنجم 917 نمیدونم از کجای گوشی رو به سمتی بگیرید. 179 6 جای خالی 8 و نفر آخر. ما دو هفته بعد هم که عرض میکنم خیلی مهم اینجا رو دقت کنید، دو هفته بعد دوشنبه خدمتتون میرسیم همین ساعت ولی دوشنبه باز هم قرعه کشی میکنیم. 313 این هم فکرم بچه محله ما از کاشان. 974 5 دو تا جای خالی و 8. ممنون که ما رو تماشا کردین. دم شما گرم. ما هر دو هفته یک بار به صورت زنده از آپارات اسپورت و فیلیمو خدمتتون میرسیم. مهمونای جذابی داریم. نوید استاد رحیمی هست کنارمون و ببینید ما رو یه هفته زنده ببینید، اگه بد بود دیگه نبینید. ایشالا قسمت هفتم ما مجدد میگم دوشنبه دو هفته بعد ساعت 19 از آپارات اسپورت و فیلیمو. ممنون که ما رو تماشا کردید. دمتون گرم. خدا نگهدارتون.